تشخیص حق و ناحق کار خیلی سختیه. بعضی وقتا چیزی که میبینی حقه و چیزی که میشنوی ناحقه. متاسفانه خیلی از ماها نه تنها اینو رعایت نمی‌کنیم، بلکه یه جاهایی هم برای اینکه حق به سمت خودمون قلب بخوره قوانین عجیب و غریبی هم وضع میکنیم. وجدانن تا حالا شده توی دعوا حق رو به طرف مقابلمون بدیم؟ حتی تو خلوتمون. حالا اینجا هم نمیگین نگین، اما برای یه بارم که شده تو خلوت خودتون یه جواب صادقانه به خودتون بدین. اگه تونستین صادق باشین واقعا حرف ندارین. شما همونایی هستین که آدم رو به بهتر شدن این دنیا امیدوار میکنن. حالا این مهمونی به چه مناسبتیه؟ مهمونی که بهش نمیشه گفت، این دور همیه شامه. بهونه یه برای اینکه از محبتایی که این مدت آدمو بهمون داشتن تشکر کنیم، یه ذره رابطه رو نزدیک‌تر و صمیمی‌تر کنیم. مخصوصا شیبا که میدونی هنوز با ما. آره میفهمم. میدونی شیبا یه خورده دیرجوشه، ولی اگه بجوشه تو مهر و محبت هیچکی به گرد پاشم نمیرسه. اونو که میدونم، حقم داره. پس میایین دیگه؟ حتما، چرا که نه. خیلی هم عالی. میگم عزیزم میخوای من بمونم یه ذره اینجا رو با هم ترتمیز کنی؟ نه بابا خیلی ممنون، من امروز بیکارم، خودم تا شب همه جا رو جمع و جور میکنم. باشه. عمه خانم کدوم برن؟ عمه خانم پاسیوه. سلام علیکم، خسته نباشین. سلام، سلامت باشین. اوه اینه همون نقاشیه که نیما کشیده؟ آره توی یه گالری معروف میذارم، اینه توپ صدا میکنه. مطمئن همین بچه نابغه است، اصلا جهانیش میکنم. ببین الان به نظر تو این چیه؟ این یه ترکیبی از یه چیزی شبیه جغد و انسان. نه دیگه، یه ترکیبی از انسان و جغد. منم که همینو گفتم، چه فرقی میکنه؟ نه دیگه فرق میکنه، این که کدومو اول بگی خیلی فرق میکنه. حیوانو اول بگی یه معنی میده، انسان اول بگی یه معنی دیگه میده. عجب، وقت چه معنی میده؟ ببین وقتی حیوانو اول میگی شن حیوانو بالا بردی، وقتی انسانو اول میگی شن انسانو بالا بردی. آوردی، فهمیدم اینو. نه دیگه فهمیدم، نفهمیدی، پایین آوردی. حالا شما از کجا مطمئنی که این دیدگاه رو نیما داره آخه؟ مطمئنم، یه مدتی تحت نظر دارمش. اصلا این بچه میگم نابغه است دیگه. ببین یه تئوری داره میگه که تو هر انسانی یه حیوان وجود داره. نه آره، دیروز حیوان منو گفت. وای جسارتن چی بودین شما؟ گوره خر. آخه جان از این راه راهی از این ایرونی ها. از این راه راه خیلی خوشگله. آخه جان من عاشق این راه راه خوشگله. آخه بگو چرا پس مهر شما افتاده به دلم و از تو سوء تفاهم نشه ها؟ بابا خواهش میکنم، همه ما بالاخره یه حیوان داریم دیگه. حالا من وقتتون رو زیاد نگیرم، من فقط اومده بودم دعوتتون کنم برای پنجشنبه شب تشریف بیاری منزل ما، خوشحال میشی. باشه، فقط فکر نکنی چون گوره خرم علف بریزی دلو ما. نه خیالتون راحت، ولی به گوره خرم درمشون بگیم بعدن شاید موقعیت به دست پذیرایی میکنم. ای شمایی؟ بله بله بفرمی. کی بود؟ همسر سابق شهرام. اوه من رفتم فعلا، خداحافظ. اینجا برو بیای. الان چه وقت اومدن بود آخه؟ سلام. سلام، شما خوب هستی؟ خیلی ممنون. ببخشید شما؟ من مستأجرشونم، اونی که شما خیال میکنین من نیستم. بفرمایید. خیلی ممنون. با اجازه. شیوان رفته بیرون، فکر کنم رفته خرید. شهرام خونه رو اجاره داده؟ آره، یه هفته میشه. خب خودش کجا زندگی میکنه؟ همینجا پیش ما دیگه، من و عمه توی یه اتاقیم، شهرام و مازیارم توی اتاق دیگه. چرا خونه رو اجاره داد؟ اینجوری که سختشونه. البته که نمیشه گفت اجاره، چون پولی داره بابتش نمیگیره. میدونی شهرام خیلی مرد بزرگی، به خودش سختی داده که یه زوج پناه بده. عجب مردیه شهرام.
همچین یه جور میگی انگار خیلی از شهرام بعیده. بله شهرام. خب بله البته بعید نیست که طلاق گرفتی دیگه، نمیشناسیش. اتفاقا عمه جون هیچ که اندازه من برادرزاده شما رو نمیشناسه. حالا به هر حال نمیدادم اینجا چیزی رو به شما ثابت کنم. شادی جان یه زنگ میزنی به داداشت بگی بیاد اینجا کارش دارم. خب چرا خودت زنگ نمیزنی؟ من آخه قهرم باهاش. هفته پیش که اومد مازیار رو آورد یه کمی حرفمو شد. ببخشینا ولی دیگه به چه امیدی میری رو اعصابش؟ یه بار میتونست طلاق بده که داد. اتفاقاً تصمیم گرفته دوباره همه چیزو شروع کنه. ازم خواستگاری کرد. شهرام؟ شهرام؟ بله. نه امکان نداره. من شهرام خیلی خوب میشناسم. امکان نداره که یه اشتباهو دوبار مرتکب بشه. بله قبول دارم. معمولا یه اشتباهو تو ابد ادامه میده. پس چطور اون زندگی رو ادامه نداد؟ چون اون اشتباه من بود. منم یه اشتباهو ادامه نمیدم. به هر حال عمه جون من نیومدم اینجا با شما جر و بحث کنم. سیم کارتم سوخته، چون به نام شهرام نمیتونم برم سیم کارت جدید بگیرم. خودش باید بیاد بریم با هم دیگه سیم کارت بگیریم. مزاحم شما هم نمیشم. بیرون منتظر میمونم تا بیاد. بیرون چرا؟ همینجا بشین الان میام. قربونت برم. حوصله طعنه و کنایه ندارم. با اجازه عمه جون. به سلامت. عمه چرا همچین کردی؟ چی کار کردم؟ یادت رفته با شهرام چی کار کرد؟ زندگیشو سیاه کرده بود. از کجا میدونی شهرام روزگار اونو سیاه نکرده؟ من شهرامو بهتر میشناسم. تو نصف عمر شهرامو دیدی؟ من همه عمرشو دیدم. انقدر دست و پا چلفته که اصلا ارده عذاب دادن کسی رو نداره. چقدر حرف میکشی از آدم. برو آژان صدا کنین نقاشی ها رو ببرم. بدو. سلام شیوا جون. ای وای ببخشید ترسوندمت. سلام عزیزم. نه اینجا چی کار میکنی؟ چرا پله نشستی؟ شهرام بچه‌ها رو برده شهر بازی. به مازیار قول داده بود اگه معدلش خوب شه هم ببردش هم هر چی دلش میخواد واسش بخره. مگه معدلش شش بود؟ 17 و 25 سال. بابا بچه‌مون درس خونه. شهرام هم خیلی توی مدت باهاش کار کرد و خیلی باهاش سر و کله زد. تو نگفتی برای چی بیرون نشسته بودی؟ مگه شادی اینا نبودن؟ چرا بودن؟ ولی انقدر طبق معمول همیشه همه محبوب بطلک بارونم که ترجیح دادم بیام تو رو بله بشه. ببخشی تو رو خدای همه محبوب هست دیگه. من اصلا نمیدونم این چه تعصبیه رو شهرام داره. یعنی باور کن شهرام قتلم انجام بده همه محبوب خانواده مقتولم هست. چی میخوری واسه بیارم؟ هیچی ممنون. بذار پس این کاهوها رو بشورم. به یاد قدیم با هم یه کاهو سکنجبین بزنیم. دستت درد نکنه. یادش بخیر اون روزا. چی شده راه گم کردی؟ از این کارا نمی‌کردی؟ راستش شیوا سیم کارتم سوخته. الانم به نام من نیست، به نام شهرام دیگه. باید خودش بیاد برام سیم کارت جدید بگیره. به نام شهرام هنوز؟ آره دیگه، من 100 دفعه تا حالا بهش گفتم بیا برو این سیم کارت به نام من کن. نمیکنه که. میدونی چرا؟ بنکه را به را بره پرینت مکالمه های منو بگیره ببینه کی حرف میزنم با کی حرف میزنم چقدر حرف میزنم. بی خود کرده، به اون چه ربطی داره؟ خب برو سیم کارت دیگه بگیر. یه سیم کارت دیگه دارم، با اون سیم کارت اصلا کلا کار میکنم. خوب کاری میکنی. اصلا زندگی تو دیگه به اون چه ربطی داره؟ تو برای چی اجازه میدی دخالت کنه؟ شیفا داریم درباره شهرام حرف میزنیم ما. فهم کنی این حرفا حالیش میشه؟ هر دفعه هم که بهش حرف میزنم تهدیدم میکنه، میگه دیگه نمیذارم مازیا رو ببینی. هنوزم؟ بله. ببینی تو رو خود من چه بدبختی ام. بر دیدن بچه خودم باید این همه ذلت و خاری بکشم. سپیده به ارواح خاک مامان بابام یه دفعه دیگه بخواد این کارو بکنه میرم جلوش وایم سب قسممو میشکنمش. شیفا هیچ وقت نباید همچین کاری بکنی. نه تو نه هیچ کس دیگه ای. خب آخه زور داره، نمیشه اینجوری که. بله زور داره، ولی من مثلا مازیاره. اگه من و شهرام دعوامون وارد همچین فازی بشه تنها کسی که این وسط آسیب میبینه اون بچه است. وگرنه من کس خدا بود، خودم اولین کسی بودم که شهرام میشوندم سر جاش. تو فقط تنها کاری که میکنی اینه که لطف کن یه کاری کن که شهرام راضی بشه قضیه سیم کارت رو حل کنه. نه اونو که نگران نباش، اومد گوششو میگیرم میفرستمش واسه سیم کارت بگیره. نه سیم کارت نگیره، بره سند سیم کارتمو بذاره به نام خودم. خب میگه که نمیکنه. برایشم تو اصلا سند میخوای چیکار؟ خب با اون یکی خط تماس بگیری من اونور. آره خب من با اون یکی خطم سند دروغ گفتم. شیبا اصلا قضیه این نیست، من سیم کارتم نسوخته، سالمه. من که تو از این سریالا بود، مسابقه پیامکی، و من رفتم دوتاشو شرکت کردم. یعنی تو هم با سیم کارت خودم هم با سیم کارت شهرام توی مسابقه شرکت کردم، برندم شدم. بگو چی؟ ماشین. اما چی؟ با سیم کارت شهرام. راست میگی؟ خیلی مبارک
مبارک باشه. مبارک چیه؟ تو فکر کن که شهرام این قضیه رو بفهمه. فکر می‌کنی چیکار می‌کنه؟ راست میگی، میدونم. وای وای وای، از این به بعد چه عشق و حالی بکنیم. یه لیگ را میندازم درست حسابی حالش رو ببریم. میخوای اینجا رو بکنی باشگاه؟ اینجا میشه یه پاتوق با صفا. هر کی حالش بده تو این ساختمون میاد اینجا، حالش خوب میشه میره. میدونی اینجا چی میشه؟ هسته مرکزی ساختمون. عاشق این حس قدرت طلبی و ریاست طلبی تنفاز. خواهش میکنم گل بده این حسده برای همیشه نگه داری. اینقدر دوست دارم تو همش به بالا بالا فکر میکنی. چشم، ولی قول نمیدم. الان این خوبه جاش؟ کج نیست؟ نه خوبه. خیلی من بیام بزنم؟ فرمایین. خیلی خوب. کدومو بزنم؟ هفت دوبل. هفت دوبل. هفت دوبل. دوبل. یک، دو، سه. وای وای وای. آفرین، خیلی خوب بود. بیا اینم جایزه. ببینم سه پنجشنبه شب شام چی درست کنی؟ ماکارونی با زرش پلو با مرغ. آه خیلی هم خوب. خیلی چقدر دلم حواس کرده بود. آدش کنده 40 کیلو برنج فرزاد گرفته بود، 2 کیلو ازش بگیرم بس دیگه. آره بابا زیاد هم هست، ماکارونی هم هست دیگه. ماکارونی مگه داریم؟ آره از این رنگ شکلی ها خونه شادی اینا دیدم. فقط روغن گوشت چرخ کرده و مرغ نداریم. نداشتن؟ حاصل زشته دیگه، همه چیو برم از اونا بگیرم. نه بابا چه زشتی، فامیلن باشون، مگه تعارف داری؟ باشون تعارف نکن، پس وارد اونا مگه چیزی بخوان اینجوری روشون نمیشه بیان از ما بگیرن. خیلی همچی آدم هایی هم پرو پرو میان از ما چیز میز میگیرن. آره لیلی هم اگه چه اشکالی داره، اگه داشتیم خواستن میتونن بیان بگیرن، چه اشکالی داره. بیا تو بزن. چی رو بزنم؟ یک دوبل. خب یک دوبل به افتخار لیلی هم. ببین اگه اشتباه زدم بگو، من خودم از پنجره میریزم. اختیار داری، ببین چه کردی. واو، حالا باید برم میز پینگ پونگ هم از خونه بابا اینا بیارم بذارم تو پارکینگ. حالا شد با میز پینگ پونگ تو پارکینگ هست؟ نه بابا، اون کج و کله است، به درد نمیخوره. باید برم همون میز پینگ پونگ رو بیارم. راستی امروز زن آقا شهرام اومده بود. ای اینجا بود؟ آره زن خوبی بود بابا، خیلی زن خوبیه. این شهرام بیشور اصلا قدرشو ندونست. ببین یه آماری بگیره این اگه هنوز هست بریم بهش سری بزنیم. اون موقعی که با شهرام بود من خیلی به جفتشون زحمت دادم. تو نگران نباش، من هر جوری شده شهرام راضی میکنم سندو به نامت بزن. بهش نگه قضیه چیه، وگرنه عمرن همچین کاری بکنم. نه اتفاقا به نظر من با واقعیتو بهش بگی. نه چیه؟ ای خب تو کی میخوای باش کجدار مریض رفتار کنی؟ مرگ با شیون یه بار. با دوباره پای مازیار رو میکشه وسط، من که نمیتونم. سپیده من میگم این دفعه اگه بد قلق کرد اتفاقا تو پای مازیار رو بکش وسط. بابا جون تو یه مادری، من میفهمم چی میگشی. درسته شهرام برادرمه، درسته میدونم انقدرم این بچه رو دوست داره، ولی تو هم حقت از اون بیشتره. اصلا حق نداره تو رو اینجوری تهدید کنه. ببین حالا شیوا فعلا تو چیزی نگو، تو همینجا بشین من الان میام. شیوا خوش گذشت. ببین دوباره برامو چی خریدی؟ سلام، خسته نباشی، دستت درد نکنه. وا وا، شهرام چرا خودتو تو خرج انداختی بابا؟ چه خرجی بابا، امروز بهترین روز زندگی من بود. پسرم معدلش شده 17 و 25. داشتم بال در می آوردم، کلی بهش افتخار کردم. آره معلومه افتخارم داره، تازه یه جایزه دیگه هم داره. اما اگه گفتی کی اومده؟ مامان. بله شنیده تو معدلت خوب شده، اومده تو رو ببینه. بوده مامان، بوده مامان. واقعا سپیده اومده؟ آره بیا تو کاره دارم. برای چی اومده؟ چی؟ بیاله تو بهت میگم دیگه. نه خواسته اومده منت کشی؟ چه بچه بازی در میاره، مگه زنه دیگه منت کشی کنه؟ نمیدونم. خب یهو هلک و هلک پاشته اومده اینجا. ببین گفت که با هم قریم؟ بله گفت، دلش هم گفت. نه دروغ گفت. دروغ گفت. مگه تو میدونی چی گفت؟ هر چی گفت دروغ گفته. هر چی گفت دروغ. آقا دروغ گفته. میگم دروغ. میگم دروغ. آفرین مامان، آفرین. چقدر نمرهات خوب شده. تصمیم گرفتی عین عمو فرزاد دکتر بشی. نه؟ من دوست دارم جراح بشم. جراح چی بشی؟ کلیه. قربونت برم که بخوای جراح کلیه بشی. بچه شما معدلتون چند شده؟ 20. منم 20 شدم. تو هم 20 شدی. بچه خوشحال نیستی؟
ما همیشه ویس میشم. منم؟ منم بابا قول دارم از این بابا همیشه ویسم. قربونت برم، ایشالا همیشه ویس بشی عزیز دلم. واقعا برنده شده، ماشین برده؟ خوش با حالش، از کدوم ماشینا؟ خیلی از این ماشین گرونا نیست، فوقش 50-60 تومن. آره 50-60 تومن خیلی هم گرون نیست استاد. مثل اینکه دکتر موتوری خیلی وضعش خوبه، داره خوب در میاره نه؟ حالا مثلا الان 50-60 تومن پولیه، حالا 8-9 سال پیش بود باز یه چیزی ارزشی داشت. بچه‌م اصلا مگه مال ماست که داریم راجع به شهر رو بحث میکنیم؟ پس مال کیه؟ لابد مال توه. بله دیگه، مال من، خط من بوده، برنده شده. وا وا نداره، خط من بوده دیگه. چه؟ چه اینجوری نگاه میکنی؟ مگه من دارم حرف ناحق میزنم؟ نه تو داری حرف حق میزنی، من دارم ناحق نگات میکنم. شهرام تو چجوری روت میشه همچین حرفی بزنی؟ چون خط به نام تو بوده، الان جایزش مال توه؟ بله دیگه، شانس من بوده که خطم برنده شده، چرا خط خودش برنده نشد؟ چیوا جان، خدا دعامو مستجاب کرد. تو نمیدونی من چقدر به این ماشین، یعنی به پولش احتیاج دارم. شهرام داری شوخی میکنی یا راست راستی میگی؟ خودش شرکت کرده با خط من. شهرام مال خودشه. کی خریده؟ اونش دیگه مهم نیست. چرا خیلی هم مهمه بابا، من 1,000,000 تومان به اون خط پول دادم، اونم 10 سال پیش که به قول شیوا پول ارزش داشت. شهرام داری چرت و پرت میگی، اصلا منو خورد میکنی ها. همین الان پا میشی میری خطو به اسم سپیده میکنی برمیگردی. پاشو. خیلی خوب، حالا تو جوش نمیخواد بزنی، میرم یه چیزی هم به اون میدم. من که تنها خور نیستم. ببین ولی 20-30 تومن میدم، یه نقش از یه تهیه کننده میخرم، نقش اول بازی میکنم. اصلا باورم نمیشد شهرام داره این حرفا رو میزنه. در اون لحظه فقط داشتم به این فکر میکردم سپیده تو این سالا که باهاش زندگی کرده چی کشیده. مگه میشه یه نفر اینقدر وقیح و همیشه حق به جانب باشه؟ ماشین داشته باشه نقشه یک بازی کنه. اینجوری با پول ماشین مردم حف نکن بابا. مردم کیه؟ خط من برنده شده، اصلا دوست دارم این کار میکنم. حف فیش کن نگیر، فیش کن نگیر. مجبوری دخالت نکنی، خواهر برادر خودشون میدونن چی کارا. خوب شد گفتی، وگرنه دارم میشکنم میرفتم تو. شیبا جون تو خودتو ناراحت نکنه اینقدر. آخه من نمیفهمم، این شهرام هم بعضی وقتا یه حرکاتی انجام میده، یه حرفایی میزنه با هیچ عقل و منطقی جور در نمیاد. بابا جان آخه رو چه حسابی جایزه بعد به تو تعلق بگیره؟ به نظر من شیبا خانم، شهرام خیلی آدم عجیب غریبیه. حساب کتابش به حساب کتاب هیچ کس واقعا نیو. آره آدم خوب و مهربون و دلرحمیه، ولی هیچ آدمی بی ایراد نیست، هیچ آدمی. شیوا جان حالا شما خیلی حرص نخور، من میرم باش صحبت میکنم، درستش میکنم، ردیفش میکنم. نه دیگه آقا فرزاد، شما نمیخواد اعصاب خودتو خورد کنی. شهرام یه چیزی بره تو مخش دیگه در نمیاد، هیچ کس نمیتونه ذهنیتش رو عوض کنه. نه میخواد سپیده خانم، این ربطی به ذهنیت نداره. داره دیگه. نه نداره، ببینید یه واقعیتی که باید قبول کنه، باید بپذیره دیگه. ببینید مثلا حالا من یه مثال برای شما میزنم. مثلا فازی میره یه چیزی میگیره میده به من. چی؟ حالا مثلا پودر رخشویی، میگیره میده به من، من این چیزشو میتراشم، پر میکنم، میفرستم تو قرعه کشی، برنده میشم. خب حالا اون چیزی که برنده شم مال فازیه، باید بدم به فازی. پولشو من دادم. حالا دیگه اونش دیگه چیز نداره که. ببین مثلا حالا یه خورده پیچیده ترش میکنیم، فازی اونو میگیره میده به من، منم هدیه میدم به شیوا، شیوا اونو میتراشه مثلا پول میفرسته. نه اصلا شیوا اینو نمیتراشه، شیوا اینو میندازه دور و شادی پیدا میکنه، با شادی پیامک میده. اونم با تلفن کی؟ عمه خانوم مثلا. آره بعد اون تازه عمه خانوم هم این خط به نام خودش نیست، به نام مثلا شهرامه. آ نه تو رو خدا شهرام نه، آقا شهرام سیمکارتو میبینه میگه مال منه، چه برسه به نامش باشه. آره اصلا شهرامو از این چرخه حذف کنی. مثلا خط عمه خانوم تازه خریده به نام نزده. آره دست درد نکنیم. بخش ازبالی کیه؟ بعد اون خطی که ازش خریده به نامش زده، اونم برای اون یارو خودش نیست، به نام مادرشه. همه هم مدعی و پررو مثل شهرام. اینجوری فقط باید دادگاه مسئله رو حل کنه. خیلی ممنون، ما یه معادله دو مجهولی داشتیم نمیتونستیم حلش کنیم، شما هی بهش مجهول اضافه میکنیم. نه سپیده جون، هیچ جای این قضیه مجهول نیست، من خودم حلش میکنم. فرزاد یه دقیقه بیا. ببخشید
یاد باشه اینا رو ببریم ما. بازه فرض کن مامانه که سیم کارت به نامش بوده پول نداشت از داداشه گرفته. من نمیفهمم شهرام دوباره این حرفو زده؟ این آخرش ها. دوره اصلا تو لنقد چیندم هرس خوردم که نگو. این علاوه بر اینکه شعور نداره معرفت و عاطفه هم نداره. من نمیفهمم اون چرا دوباره آخه اینو تهدید کرده. به من اصلا نگران نفسه بیتو خرسه خاطی کن اون کاری که نباید بکنه رو بکنه. الان چی گفتی؟ چیکار میخواد بکنه؟ شیوا به این سپیده بگو واردی همچین بازی نشو. تنها کسی که این وسط آسیب می‌بینه این بچه است. خب آخه اونم حق نداره یه مادر اینقدر تهدید بکنه. بابا این دختره بدبخت گناه نکرده که ازانت بچه‌شو داده به این. که اینم هی دم به دقیقه سر هر چی میشه با این بچه بخواد گروکشی کنه. میدونم من یه چیز دیگه دارم میگم. میگم مثلا تو این فاز وارد نشین شما. این بچه اگه بفهمه واقعیت چی بوده آسیب میبینه. شهرام هم بدتر از خودمون میدونی که جونش به جون این بچه بسته است. میتونم فرضت بابا این نبه. خب خیلی زن تنهاست چی کار کنه؟ هیچ کس هم نداره کمکش بکنه. میدونی چقدر پول این ماشینه میتونه کمک حالش باشه؟ همین الان صاحبونه بهش گفته پول پیش خونهشو باید زیاد کن. من خدا بگم این شهرام رو چی کارش نکنه؟ و هم میدارد یه مسئله ساده رو یه جوری میبیچونه صد تا دانشمند هم بیا نمیتونه قضیه رو حل کنه. فرض من اصلا دلم نمیخواد پایین بچه وسط کشیده بشه. به سپیده هم گفتم ما همجوری میخواییم بی خودی تهدیدش کنی. ولی حالا تو باهاش صحبت کن ببین میتونی چی کار بکنی که کوتاه بیا دیگه کار به اینجا ها نکشه. باشه من تمام زورم رو میزنم. نمیدونم امیدوارم که کار به اینجا ها نکشه. فازی پس قرارم چی شد؟ قرارم باشه تو هر چی گفتی من تایید میکنم. من پشتتم اصلا. آفرین. ببین فقط فرضت هر کاری میکنی این مثاله رو نزن. تو که نبودی من و لیلی به این مثاله رو گرفتیم رسیدیم به یک نسل قبل. میدونی منشأ پول خط از کجاست؟ کدوم خط؟ بابا همین خطی که گفتی دیگه. پودر من خریدم دادم به تو دادی به شیبا. تو هنوز تو فکر اون مثاله یه آره بابا بجور. ببینید منشأ پول خط از کجاست؟ میرسه به یک نسل قبل بودن 20 سال گذشته. موقعی که تلفن همراه هنوز نیومده بوده. یارو یه زمین داشته فروخته. بابا ول کن دیگه تا حوصله دل بیاد. آره ولش کن. فقط بس این مثاله نزن دیگه. من پیشو میگیرم تا دوره قاجار و سلجوقیان میرم. فقط به نظر من خب اینا پول جایزه رو بعد بین همه تقسیم کنن. جایزه سپیده خانومو؟ نه بابا همین پودره که من خریدم دادم به تو دادم. آه بابا شادی جان چطوری؟ شهرام جان خونه هست؟ آره داره واسه پول ماشینه چاله میکنه. یکی زنگ زده بود میگفتش که آره به یکی میگفتش 20 میلیون هم حاضره. بیا بریم پیش این تهیه کننده نقشه رو بگیریم. دیوونه بیا تو برو خونه ما. برو پیش شیوا اینا. بیا برو باشه خدا خونه کتا بیا. تو کجا میگی؟ حواس نداره. منم گرفتارم. این که اون گرفتاری داره دلیل نمیشه که من از حق خودم بگذرم. چی گفته؟ شهرام جان حق توه. 10 سال پیش رفتی یه خط تلفن یه سیم کارت خریدی دادی به خانومت. دیگه یعنی مال اونه دیگه. خریدی برای اون. حالا فوقشون بخواد خیلی چیز بکنه مثلا بری بگی پول اونو به من بده که اینم زشته. من اگه جای تو باشم من چی کاری نمیکنم. بابا آدم باش دیگه. یه زمانی بالاخره همسر تو بوده الان مادر بچته. فقط به خاطر اینکه به خواستگاری تو دوباره جواب رد داده که نمیتونی میخوای تلافی کنی واقعا. کی گفته که من دوباره رفتم ازش خواستگاری کردم؟ خودش اصلا گفته. اصلا مهم نیست اینا. مهم نیست نه خیلی اینا. هم مهمه. سپیده از همون اولش هم همیشه منو توی جمع جلوی بقیه زایه میکرد. این راهش نیست. شهرام جان حالا که اینجوریه من دیگه یه دقیقه گوش بده. بره ببینم چی. یه دقیقه به من گفت میگم راهش این نیست. تو داری الان اشتباه میکنی. این شهرامی که من میشناسم اونقدرام آدم بی منطقه کم عقلی نیست. چرا؟ ها؟ نه واقعا نیست. واقعا اون انقدر دیگه بی عقل نیستی تو. حالا 10 سال پیش شما رفتی یه خط تلفن سیم کارت خریدی دادی به همسرت 10 سال پیش. یعنی مال اونه. حالا اگه اون الان زده و برنده شده که آقا ببین مثلا من یه مثال میزنم. مثلا فازی میاد یه دونه چیز میخره مثلا پودر لباسشویی میخره میاره میده به من. نه دیگه این مثال نزن. یه مثال دیگه بزن. حالا مثلا یه دونه روغن میخره میده به من. نه, نه دیگه عوضش کن. یه مثال دیگه بزن. خب عوض کردم دیگه. به جای چیز گفتم پود گفتم روغن. فرقی نمیکنه. اینم باز میرسه به همون زمینه. میدونم به کجا میره. یه مثال دیگه بزن. باشه ببین مثلا حالا یه مثال دیگه میزنم.
ببین مثلا فازی رفته یه دونه ماشین خریده میده به من که مثلا زیر پای من باشه من باش کار کنم. حالا درسته که مثلا بیاد بگه که آقا من از درآمد این مثلا شریکم، اصلا خودت بگو درسته که مثلا بیا بگه آقا درآمد یه بخشی از این درآمد حق منه؟ درسته خیلی هم حق دارم. آخه برای چی حق داری عزیز من؟ فرزاد جان خب این مثالی که شما میزنی راجب شراکته، این سرمایه از من بوده کار از شما، خب تو درآمدش سهم دارم دیگه. خب خیلی خب، حالا مثلا حالا یه مثال دیگه میزنم، یه عوضش کن، یه مثال مثلا این که مثلا فازی رفته بقالی یه دونه این دیویدی های خانگی سریال های خانگی میخره میاره شام خونه ما دعوتن و اینا، شب با هم دیگه نگاه میکنیم میبینیم و اینا میرن دیگه فیلمه میمونه دیویدیه میمونه اونجا. خب بعد من برمیدم این چیزشو پاک کردم. چیشو؟ همین این چیزشو بارکدشو پاک کردم، مثلا اسمس زدم تو قرعه کشی برنده شدم. مثلا بعد تو بیا بگی که آقا این مال من بوده، این چیزی که برنده شدی مثلا مال منه. معلومه دیگه، من علاوه بر اینکه میگم که مال منه تازه دست چاکی هم میشم. شاکی برای چی میشی؟ عزیز من این دیویدی رو بردم خونه شما امانت، بعد شما ورداشتی اینو پاک کردی اسمس فرستادی برنده شدی، خواست کار درست نیست. حالا شاید شما نخواستی مثلا اینشو پاک کنی بدی مسابقه شرکت کنی. اونش دیگه به خودم مربوطه. خب زور داری میگی دیگه. آقا اصلا یه مثال دیگه بزن که به این قضیه شبیه باشه. باش چشم، من یه مثال دیگه بزنم. خیلی خب ببین اصلا الان یه مثاله ببین. مثلا این که مثلا فازی میاد بیا آقا من یه پولی دارم، نمیخواد مثلا خانومش بدونه، میاد به من میگه که آقا من این پولو بذارم تو حساب تو، من میگم بذار. حالا میزنه پس بعد حساب من تو قرعه کشی شرکت میکنه و برنده میشه، مثلا یه ماشین چیزی میبره. حالا این ماشین الان مال منه یا مال فازیه؟ مال فاضل آقا. نه صبر کنید دقیقه آقا فاضل، اصلا تو اون حساب شما پول داشتی چیه؟ نه یه قرون هم نداشتم. من فوقش دست خوش بدم. حساب منه دست خوش فقط بدی؟ آره دیگه. آره تو اون حساب خالی 10 سالم میگذشت و هیچی برنده نمیشدی. غیر از اینه مگه؟ اون پول من بوده تو اون حساب، تازه اونقدر بوده که شانس تو بالا رفتی ماشین برنده شدی. اصلا آقا مال تو دیگه، تو خودت روت میشه از اون ماشین هیچی به من ندی، همه ماشینو برداری. واقعا روت میشه؟ آقا اصلا یه مثال دیگه میزنیم، اصلا همون مثال پودره رو میزنیم. من یه پودر خریدم دادم به ایشون، ایشون تو قرعه کشی شرکت کرده برنده شده، جایزه مال کیه؟ خودتون انقدر اذیت نکنید، مال منه. خب بی خیال، این اصلا قانع نمیشه. من پودر رو خریدم، تو قرعه کشی شرکت کردی میگی جایزه مال منه. این اصلا بی خود مثال میزنیم. ارزشو داشت؟ منم. ناراحت شدی چی شد؟ بخ ول کن. نه خیلی هم خوشحال شدم. 2 ساعت همینجا من وای نسادم قبل اینکه بریم تو، من گفتم هرچی گفتم تو تایید کن. گفتی باشه. اینجوری؟ آخه من حرف بی منطقو چه جوری آخه تایید بکنم؟ ما نرفتیم خودمون رو ضایع بکنیم که، رفتیم یارو رو قانع بکنیم. آخه اینو مثال بود تو زدین، چی بود اینا؟ تقصیر توئه دیگه. اگه گذشته بودیم همون مثال اولی رو همون پودر رو میگفتم الان تموم شده رفته بود. من بهت قول میدم اگه مثال پودرم زده بودی که 700 تا مدعی داشت باز میگفت مال منه. آخه مگه ندیدی پودر رو من خریدم، جایزه‌شو تو بردی، میگه باز مال منه. آخه این آدمه. حالا خودتو ناراحت نکن دیگه، اصلا ول کن. شل کن. خودت ناراحت. چپیه گرفته خیلی چی سمت چپیه. بابا این پودره رو من گفته بودم تموم شده بود رفته بود پیکاره. بابا بلکن دیگه. آخرین تیر ترکشی که داشتیم عمه بود. موضوع رو با عمه در میون گذاشتم و ازش خواستم که با شهرام حرف بزنه. اون با اینکه اختلاف سنی زیادی با ما نداره، اما به خاطر حرمت و احترامی که پیش همه ما داره بیشتر اوقات حرفش رو زمین نمیندازیم، مخصوصا شهرام که میدونه چقدر عمه دوستش داره. چی بگم؟ نمیتونم بی انصافی کنم، شهرام داره اشتباه میکنه. بله آفرین عمه، ما هم همینو میگی. بله خیلی خب دیگه، حالا من باهاش حرف میزنم، میگم ماشینو بفروشه یه چیزی هم به سپیده بده. یه چیزی به من بده؟ ای عمه خیلی خب، میگم ماشینو بفروشه نصفشو به سپیده بده. چیه خب چی؟ نمیتونم بگم که همشو بده به سپیده. خب اونم گرفتاری داره بچه. میخوان که اصلا کلن نگیم چه کاریه، یهو روتون زمین میندازه زشت میشه. خب الان یعنی چی کار کنم؟ نصفه رو نمیخواین؟
متاسفانه آخرین تیر ترکشمون مشقی بود و کاری از پیش نبردیم. واقعا کسایی که کار قضاوت رو به عهده دارن چقدر مسئولیتشون سنگینه، مخصوصا اگه یه طرف دعوا از بستگان و آشنایی قضاوت کننده باشه. چقدر باید انصاف و بزرگی داشته باشه که احساساتش رو در قضاوتش و نتیجه نهایی دخیل نکنه، که اگه دخیل کنه خیانت بزرگی در حق حق و صاحب حق کرده. به هر حال چاره ای نبود. من سپیدر رو متقاعد کردم که بالاخره پای مازیار رو وسط بکشه، چون مطمئن بودم اینجوری شهرام کوتاه میاد. تو نمیتونی مازیار از من بگیری. میتونه، مادرشه، میتونه میگیره. منم پدرشم. حالا براش که پدری کردم، بزرگش کردم. اگه پدر خودش هم زنده بود انقدر که من مازیار رو دوست دارم، اون دوستش نداشت. بعدم ما هممون قول دادیم که مازیار از این موضوع هیچی نفهمه. نمیتونی زیر قولتون بزنی، این نامردیه. چطور تو میتونی نامردی بکنی؟ ما نمیتونی؟ بابا تو چرا آتیش بیار معرکه شدی؟ واسه که یکی باید تو رو ادب کنه. بابا من زیر کافی ادبم کرده. نه خدا رحمتشون کنه، ولی اونجوری که لازم بوده نکرد. بس دعوا نکنی، دعوا نکنی با هم دیگه. اصلا دوست ندارم شما دو تا سر این قضیه با هم دیگه دعوا کنین. گوش کن شهرام، تو حواست هست که داری به من الان ناحق میگی، زور میگی؟ من میفهمم تو چقدر به مازیار وابسته ای، برای همین اصلا موقع طلاق اذانتشو دادم به تو، درخواستتو گوش کردم. تو این کار به خاطر خود مازیار کردی، اون باید میومد زیر دست من بزرگیش. عجب بی‌انصافی هستی شهرام. نه راست میگه شیپا، من به خاطر مازیار این کارو کردم. خیلی کارهای دیگه هم به خاطر مازیار کردم که آقا شهرام نمیدونه، ولی الانم دقیقاً به خاطر مازیار میخوام این کارو بکنم. دلم نمیخواد تو بالا سرش باشی، دلم نمیخواد مثل تو یه آدم زورگوی حق نشناس بار بیاد. من کی اینجوریام؟ من کی اینا رو اصلا به مازیار گفتم؟ من همون اول به مازیار گفتم منطقی باش، کسی به چیزی داد ازش تشکر کن، زورگو نباش. من اینا رو گفتم. همه اینا رو بابامون 1,000,000 بار به تو گفته. تازه اون خودش اون حرفا رو که میزد بهش عمل میکرد. بیچاره مازیار که نصیحت کنندش خودش هم به حرفاش عمل نمیکنه. اون قراره چی بشه؟ هم پیش مادرش زندگی کنه خیلی بهتره. تو برای چی انقدر شلوغش میکنی اصلا؟ ببین شهرام، از خیر این ماشین میگذری، پولش هم میدی به من، وگرنه همه چیزو به مازیار میگم، دستش هم میگیرم از این خونه میبرمش. نمیتونی، هزانتش با منه. نه بابا، وقتی ناپدری بودن تو ثابت کردم، هزانتش هم ملغا میشه. شهرام تو واقعا سپیده رو تهدید میکنی، نمیذاری بچهشو ببینه؟ آه پس تو از این هرست گرفته؟ هرسم گرفته؟ معلومه هرسم گرفته. عجب روی داری یا پس فردا مثلا من رو فرزاد از هم جدا بشیم بیاد یه همچین حرفی به من بزنه، من تا آخر عمرم نمیبخشمش. من نه سندی رو امضا میکنم، نه اجازه میدم کسی بچه‌مو ازم بگیره. حرف آخرت همینه؟ همینه. شهرام ببین، من یه 20,000,000 قول دادم بدم به یه تهیه کننده، اونم یه نقش خوب برام کنار گذاشته، من به پولش احتیاج دارم. میدونی چیه؟ من از زمانی که تو رو میشناسم هی داری به این تهیه کننده اون تهیه کننده پول میدی که بهت نقش بدن. به جای این کارا اگه رفته بودی کلاس بازیگری، 2 سال بازیگری یاد گرفته بودی، تا الان یه چیزی شده بودی. منتظر احضاریه دادگاه باش. مازیار یکی از رازهایی که ما توی خانواده‌مون داریم و هممون به حفظ این راز پایبند بودیم، طوری که حتی نزدیکترین اقواممون هم نمی‌دونن. سپیده قبلا در سن 18 سالگی ازدواج کرده و موقعی که مازیار 1 ماهش بوده، پدرش یعنی همسر سابق سپیده که توی پالایشگاه کار می‌کرد، در یک سانحه آتش‌سوزی جونش رو از دست میده. چند ماه بعد توی مراسمی شهرام سپیده رو دید و بهش علاقه‌مند شد و پاشو کرد توی کفش که بابا و مامان برن خواستگاریش. بابا وقتی ازدواج قبلی سپیده و مازیار رو فهمید، به شدت با این ازدواج مخالفت کرد. اما این مخالفت ها راه به جای نبرد و نهایتاً به این وصلت رضایت داد. ولی به درخواست شهرام که قبل از عقد مهر مازیار 10 ماه به دلش افتاده بود، قرار شد یه عهد خانوادگی محکم با هم ببندیم. عهدمونم این بود که هیچ وقت اجازه ندیم مازیار بفهمه شهرام پدر واقعیش نیست. و تا این لحظه طوری به عهدمون وفادار بودیم که حتی تو خلوتمونم حرفشو نزدیم. و حالا مازیار عزیز کرده همه ماست، مخصوصا شهرام که عشق و علاقه عجیبی بهش داره. اما در کمال تعجب سر 50-60 میلیون حاضر شد ازش دل بکنه. فردای همون روز تیم اهدای جایزه با اکیپ فیلمبرداری اومدن که جایزه شهرام رو بهش بدن. نه بابا برو تمرین کن، برو تمرین کن، برو تمرین تو بده ول نکن، سرد میشی، برو.
میگم انقدر از قانون جذب استفاده کردی یا بالاخره یه گروه فیلمبرداری دارن میان در خونتون به جایزه بدن. آفرین آفرین. اومدن اومدن ببین ببین اومده بودو 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 بردار بن زنگ میزن. بله سلام. خودم هستم جوانبخت. صدام چشه؟ بله دوباره بیم ببخشی طبیعی وی خیرست بازیگری یا طبیعی بگو. بود بود بردار 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 بجون. کیه؟ سلام خودم هستم شهرام جوانبخت. حق با سپید است. شهرام تو این همه سال به جای اینکه تلاش کنه هنر بازیگریشو تقویت کنه به دنبال این بود که با پارتی و پول بازیگر بشه. بابام حق داشت. همیشه یکی از دغدغه‌ها شهرام بود. میگفت اگه سرمو بذارم زمین این بچه چطوری میخواد گلیم خودشو از آب بکشه بیرون. اما با همه اینا شهرام یکی از مهربون‌ترین مردهایی که من میشناسم. راحت باش، غیر یکم خوشحال باشی. این اگه تونست طبیعی بازی کنه. عشق و علاقه‌ای که اون به مازیار داشت عجیب بود. با اینکه پدر واقعیش نبود. حالا واسم عجیب بود که داره از مازیار میگذره، اما تا قلبم باور داشتم که این کارو نمی‌کنه. برو تو دوباره بیا، برو سر جا دوباره می‌گیریم. راحت باش، راحت بیا بیرون. دوباره می‌گیریم. یه سوال بپرسم بهم نمی‌ریزی؟ نه. جانم بهم نریزی، ناراحت میشم. نه. واقعا بازیگر خوندی؟ جان بازیگر. لیسانس بازیگری هم دیگه. بازیگری نمایش. بوی بوی بوی. اینا آموتور هم یه آلپاچینو رو نمیدونم. به نام خدا سلام عرض میکنم به همه بیننده ها و شنونده ها. من شهرام جوانبخت هستم. میخواستم بگم این جایزه در اصل مال من نیست، مال همسر سابقمه و میخوام از همین جا بگم که این جایزه رو با کمال احترام تقدیم میکنم به همسر سابقم خانم سپیده شاکری. شیوا، شیوا جان، شیوا، شهرام جایزه رو داد به سپیده خانم. راست میگی؟ باور کن. وای من میدونستم. دو دستی قشنگ تقدیمش کرد، خیلی محترمانه. فرضاً من میدونستم. ببین باور کن قسم خورده بودم اگه این کار نکنه تا آخر عمرم باهاش حرف نزنم. آخ به خدا. تبریک میگم بهتون. قربون شما، دست شما در نه. خیلی ممنون. خداحافظ شما. قربون شما. خداحافظ شما. آقا خداحافظ شما. قربون شما. خیلی لطف کردی. قربون شما. سلامت باشید. آقا خداحافظ شما. قربون شما. دست شما درد نکنه. خیلی ممنون. قربون شما. آقا سنگین من بیار. خیلی ممنون. قربون شما. بازم تشریف بیارید. قربون شما. سلام. سلام بابایی. سلام. من به شخصه همچی مردی رو تحسین میکنم. این روزا کمتر مردی پیدا میشه که بچه یکی دیگر رو بپذیره و اینقدر بهش علاقه مند باشه. ای کاش میتونستم بعضی از اختلاف سلیقه ها و کدورت ها رو کنار بذارن و دوباره با هم زندگی جدیدی رو شروع کنن. واقعا چقدر سخت قضاوت در مورد همچین چیزی. اصولا قضاوت در مورد حق و ناحق خیلی سخته. اما بازم گلی به جمال این زن و مرد که بهترین راه رو انتخاب کردن. به نظر من خیلی اگه جای شما بودن طرف برادرشون رو میگرفتن. چقدر خوبه که هنوزم کسایی مثل شما هستن که بدون تعصب با اینجور مسائل روبرو میشن. دست مریضات شعور شما. من چند ماهی هست که فهمیدم مادر واقعیمو وقتی بچه بودم از دست دادم و نامادریم که فکر میکردم مادرم منو بزرگ کرده. با اینکه اولش وقتی اینو فهمیدم خیلی شوکه شدم، ولی خیلی زود با این قضیه کنار اومدم، چون که عشق و علاقه‌ای که این همه سال از مادرم دیدم اجازه نمیده حتی یه لحظه به چشم نامادری بهشون نگاه کنم. پنجشنبه همون هفته همگی بنا به دعوت قبلی خونه لیلی و فاضل جمع شدیم. قبلش سر ماجرای شهرام و سپیده تصمیم داشتم توی مهمونی شرکت نکنم، چون هنوز آمادگی پذیرش لیلینا رو نداشتم. نمیخواستم یهو با هم صمیمی بشیم. ولی لیلی و فاضل اینکه به خونهشون رفتم و حالم هم خوب بود رو مدیون شهرام هستن.
از طرفی هرچند هرچی که رومیز بود مال ما و شادینا بود، ولی اعتراف میکنم دستپخت لیلی بی نظیر بود، هم دستپختش و هم نوع پذیراییشون. فکر کنم دارم یه جورایی باهاشون ارتباط برقرار میکنم. خیلیه من دیرجوش خودم همچین حرفو بزنم. خب اینم دو تا تورو برای پسرم. ببینم دیگه چی نمیخواد؟ پس اینو بگی برو پیش بچه ها غذا تو بخور. نه من اونجا روستم. بریم کنم اونجا کنم. برو منم بیم. خیلی خوشبخت. نوش جونت پسرم. خیلی خوشبخت شده. دست شما درد. آره حتما بعد بیایید کجا که تو سبزی. آره. شیوات واقعا چیز گرفته، سبزی تازه گرفته گذاشته. آره این تیکه. نه نه دیگه نه. بفرمایید. شهرام یه دقیقه میخواستم باهات صحبت کنم. نه چیز کنم یه دقیقه بیا. بخور پسرم الان میام. بخور مال منم بخور. شهرام من خیلی ازت ممنونم که ماشین رو دادی به سفیده. خیلی مردونگی کردی. تو واقعا فکر کردی من کار رو نمی کنم؟ نه یعنی چی منظورت چیه؟ ببین ماجرا یه لج و لج بازی بود. سپیده به جواب خواستگاری من جواب رد داد. منم خواستم یه ذره گوشیشو بپیچونم. وا خب شاید نمیخواد باهات زندگی کنه. شاید قضیه واسه اون لج و لج بازی نیست. کار درستیه اون وقت. شما هیچ کدومتون به مازیار که داره بدون مادر بزرگ میشه فکر نمی‌کنید؟ مازیار بدون مادر بزرگ نمیشه. مادرش هست. تو خودت دوست نداری من سپیده دوباره با هم باشیم؟ خب آره ولی چه ربطی داره؟ این زن بدبخت که نباید همش دل لرزه داشته باشه. اصلا من اشتباه کردم. تو اشتباه نکردی؟ تو برای چی تو این لج و لج بازی رفتی طرف سپیده رو گرفتی؟ تو برای چی برای داداش چمشی رو رو بستی؟ خب من اشتباه کردم. چیه؟ شیوا ولی ماشینی بود همه اونجا میشه. آدم نمیشه. درست نمیشه.